سلام، این هفته در آفساید میبریم انتخابات قلابی نظام رو، منتها از یک زاویه دیگه، نه از اون زاویه که کی کاندید شده، این چی میگه، مناظره چی شد و این حرفا، نه، از زاویه اون پدیده‌ای که سالهاست این نمایش رو تحریم کرده ولی بیشتر از همیشه اسمش داره مطرح میشه. از روزی که کاندیداتوری رئیسی قطعی شد با اون عناوینی که همراهش اومد مثل آبرام دراکولا و آیت الله قتل عام، دیگه نه فقط در رسانه‌های بیگانه غربی استکباری ضد انقلاب، بلکه در درون خود دانشگاه‌های کشور هم موضوع قتل عام 67 به نوعی به رئیسی کلیپس شد، طوری که هر جایی که خودش یا طرفداراش می‌رفتند پرونده 67 هم جلوشون باز می‌شد. نمونه دیگه در دانشگاه تبریز بود که اونجا هم یکی از به قول خودش تئوریسین‌های نظام، یعنی حسن عباسی، رفته بود سخنرانی که با این حرف‌ها مواجه شد. با بی‌شرمی و بی‌حیایی و با جس طلبکاری در چشم ملت نگاه می‌کنید و با انگشت اشاره به رئیسی نشان می‌دهید و شعار سر می‌دهید بوی رجایی بر بود بوی بهشتی آمد. بله، وقتی اینجا پشت یک تریبون اصلی و جلوی خود طرف این حرفا رو میزنن، دیگه میشه حدس زد که اون پایین تو کف خیابون، توی اتوبوس، توی خونه و اداره و مدرسه چقدر این بحث ها شده که اینجوری کسی میتونه بیاد علنا این حرفا رو بگه. ما خیانت ها و جنایت های شما را نمیبخشیم و نفراموش میکنیم و داره به نهادران سرزمین من را مدوبت شما خواهند گرفت. حالا عباسی که با یک لبخند مضحک این صحنه رو نظاره میکنه و خیلی هم تلاش میکنه که به اصطلاح همه رو ساکت کنه، ببینید که چطور میخواد به این حرفا جواب بده. قانون از سال 67 میگم، سال 67 سازمان منافقی افتاد پیشمرد ایالات، پیشمرد رژیم صدام شد، حمله کرد به کشور ما. هر ایرانی که اسلحه دست بگیره پیشمرد دشمن این ملت بشه بیاد جلو، بدتر از سال 67 خوش برخورد میکنید. این تصویر خیلی آشنا به نظر میاد، اینو کجا دیدم؟ نه، این نبود، این که اصلا جهتش فرق داره، اینم نبود، نه، شبیه ها، حالتش همونه ولی، آها، این اساسا لحن صحبتش هم به نظر میرسه که خیلی اقتباسی باشه از همین کاراکتر هیتلر. معلوم نیست چقدر این صحبت‌های هیتلر رو روزانه گوش می‌کنه که اینقدر شبیهش تقلید می‌کنه. این دستی که از مرد شل می‌کنه ها اینجوری. حتی حالت‌های اون جمعیت ساندیسخور هم خیلی شبیه شنوندگان حرف‌های هیتلر به نظر میرسه. هر ایرانی که اسلحه دست بگیره پیشمرد دشمن این ملت بشه بیاد جلو، بدتر از سال 67 خوش برخورد میکنید. به نظر میاد که این عباسی یه 70 سال دیر به دنیا اومده، وگرنه الان توی دم و دستگاه نازیا پست خوبی گیرش میومد. ولی حالا تازه این عباسی فاشیست دوست کسیه که خودش رو تئوریسین نظام میدونه در حد کیسینجر. تو سواد و اینا اصلا کسی رو کنار خودش قبول نداره.
نیویورک تایمز در هفته هر وقت در مورد من مطلب میزنه تو پرانتز مینویسه The Kissinger of Islam. اگر اصرار دارید که عباسی دکتر نیست، یه دکترینریان تو این کشور پیدا کنید بتونه دکترین ارائه کنه که دکترینشو اون بره دنیا درس بدن. فعلا که تو آدم های زنده تو ایران فقط عباسیه که دکترینشو تو خارج از کشور دارن درس میدن. حالا همین آقای دکترینریان وقتی که به موضوع مجاهدین میرسه، سوادش پیش یک بچه دبستانی هم وکسوات میکنه. امروز نیت دشمن اینه که هر کس 30 سال پیش با منافقین، با کسانی که امروز شما جنایت و خیانتشون رو میبینید، هنوز اینا توی مقر لیبرتی در کنار بغداد لونه دارن. اینا ارتباطشون با رژیم صهیونیستی پابرجاست. امروز باید کسانی که اون روز روبروی اینا ایستادن در ارتش و سپاه باید مؤاخذه بشن. میگه هنوز در مقر لیبرتی کنار بغداد حضور دارن. فکر نکنید که این فیلم مال گذشته‌های دوره ها، مال همین فروردین امساله. حالا مجاهدین کی لیبرتی رو ترک کردن؟ شهریور 95 آخرین گروهشون لیبرتی رو ترک کرد. حتی وزیر خارجه وقت آمریکا اومد توی کنفرانس مطبوعاتی موضوع رو علنا اعلام کرد. Of last week, the last 280 members of the exiled Iranian opposition group, the Mujahideen-e-Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq. این از اطلاعات بروز آقای کیسینجر اسلام. حالا بریم سراغ ریاضیاتش که دیگه اونجا شلنگ تخته میندازه. بعد بلند شده ضد انقلاب اعلام کرده 30,000 نفر رو جمهوری اسلامی اعدام کرد. 30,000 نفر، کل منافقین تو عملیات 5,000 نفر بودن. نصفشون هم که تو عملیات کشته شدن. چجوری 30,000 نفرن؟ به نظر میرسه منطق 2-2 تا 5 تا تنها منطق ریاضیه که اینا بلدن. میگه 5,000 تا اومدن که نصفشون هم کشته شدن، پس چجوری 30,000 نفر بودن؟ آخه چه ربطی داره؟ اولا نصف نه و فقط 1,300 نفر شهید شدن. دوما اونایی که از مرز اومده بودن که برگشتن عراق، اون 30,000 تا 30,000 زندانی سیاسی بودن که از قبل توی زندان بودن. آقای دکترینریان چی تو کتمان میخوای بکنی؟ شما باشی به جای سازمان اطلاعاتی کشور، وقتی ببینی که یه منافقی اطلاعات پرونده هسته ما رو داد، میدونی پرونده هسته رو سازمان منافقین داد دیگه، چه کارش میکنی با من یه جاسوسه که آبروی کشور رو برد؟ البته اینجا عباسی قاطی کرده و از اونجایی که دروغگو کم حافظ است فراموش میکنه که اولین افشاگری اتمی مجاهدین در سال 1381 صورت گرفت، یعنی 14 سال بعد از قتل عام 67. و طبعا هیچ کدوم از اون زندانیان سیاسی نمیتونستن نقشی در این افشاگری داشته باشن. حالا این حسن عباسی داخلیه که داره دست و پا میزنه تا یه جوری بالاخره اون اعدام های 67 رو توجیه کنه. یه حسن عباسی خارجی هم هست، نه ریش داره نه سیبیل داره، عوضش کروات داره و عینک. از یک تریبون دیگه همین حرفا رو به نوعی دیگه قرقره میکنه. وابستگان رجوی پریدن وسط. بله برنامه اتمی سایت این زیرزمین ما قبلا، مگه ما نبودیم؟ نه تنزا گفتیم، نه شما نبودید، اسرائیلیا بودن که دادن دستتون، شما نبودید. الان هم باز اسرائیلیا یه چیز دستتون دادن که بهانه بدید به دست اونایی که تو واشنگتن علاقمند به کوبیدن و نابودی ایرانه. نکنید آقا. ببین میخوای یه حرفی بزنی یکم بیشتر روش فکر کن. خب دیگه این جملاتی که توی سایت های واواک نوشتن رو کپی پیست نکن. تو میخوای مثلا خودت رو اپوزیسیون نشون بدی، کروات میزنی، دیگه نباید این عباسی حرف بزنی که. نکنید آقا، این ادا اطوارها رو در نیارید، اینجوری خوش رقصی نکنید. میمون هر چی زشتر، عداش بیشتر، عداش بیشتر، رقص هر چی بهتر، شباش بیشتر. میمون هر چی زشتر، عداش بیشتر، برقص رقص هر چی بهتر، شباش بیشتر. چیزی که روشنه اینه که در حال حاضر وسط این نمایش انتخابات مجاهدین یه طوری مطرح شدن که نمیذارن نمایش کاندیداها اونطور که میخوان پیش بره، چون علاوه بر رئیسی
پور محمدی وزیر دادگستری روحانی هم خودش در جریان قتل عام 67 توی همون کمیسیون مرگ کنار رئیسی می نشسته و نقشش کمتر از رئیسی نبوده. بنابراین از اونجایی که از این شوهای داخلی و خارجی جواب نگرفتن، به صنعت تولید کلیپ های تبلیغاتی روی آوردند تا یه جوری اون جنایت رو مشروع جلوه بدن. جالب بود، مشخص بود اصلا. مثلا توی این کلیپ یک عکس مبهم و جعلی رو به ملت نشون میدن، بعد میگن بگید که این مال کدوم کشوره. به نظر شما این جنایت در کدام کشور انجام شده است؟ سوریه، عراق، کامبود، ایران، ویتنام. عراقه. فکرم گزینه 5 باشه، ویتنام. کامبوج نمیدونم چیه، فکر کنم اونه. بعد یه سوال میپرسه، اگر شما شخصا میتوانستید با عاملان این جنایت برخورد کنید چه میکردید؟ قطعا مقابله ممس میکردم. منم مثل خودش برخورد میکردم. قطعا ترجمه دادم اعدامش میکنم. جوابش پشت اینه؟ ایران، این ترور توسط مجاهدین خلق انجام شده و تعدادی از مردم در این ترور کشته شدن. خب تو اگه میخوای بگی که حکم اعدام خوبه، چرا رفتی توی خیابون دنبال قاضی جنایتکار میگردی؟ مگه خودتون کم دارین؟ اگر با دفاع از اعدام میشه رأی جمع کرد، خب چرا خود رئیسی رو نمیاری جلوی دوربین از حکم امامش دفاع کنه، قشنگ خاطرات کمیسیون مرگ رو تعریف کنه، جوانان رو روشن کنه؟ پس چرا وقتی رئیسی رو میاری فقط درباره آشپزی زنش صحبت میکنه؟ اما حالا اگه وقتی من رفتم دیدم ایشون خونه نیست، من ناراحت نمیشم. اگه دیدم که اون شب غذا نیست، اصلا ناراحت نمیشم. دست به آشپزی ها جوا یعنی؟ نه، کنار میاییم. ما با یه غذای ساده و اینها قضیه رو هموار میکنیم، خیلی کار پیچیده نشه. نه، من حالا غذا اینا درست نمیکردم راستش. شام میومدم حتما با یه شام ساده مثلا شیری، کیکی، نمیدونم، یا یک غذای حاضری و این شب رو میگذروندیم، هیچ مشکلی هم نبود. البته اینکه هر شب این خبر باشه، ولی گاهی که اتفاق میافتاد یا از این قبیل، نه، مقید نبودم حتما یه غذای اینطوری باشه. همونطور که ملاحظه میکنید، خودشون مجبور شدن که این موضوع رو هرچه بیشتر مطرح بکنند، به هر شیوهی که میتونن، با سرهمبندی دروغ، حتی با مونتاژ عکس. مثلا شاید خودتون شنیده باشید بعد از ترور وحشیانه سعید کریمیان در استانبول، یک دفعه تمام سایت های نشاندار حکومت شروع به منتشر کردن این عکس کردن تا ثابت کنن که سعید کریمیان هم با مجاهدین دیدار داشته، پس این هم قتلش به مجاهدین ربط داره و نمیدونم شاید اصلا کار خود مجاهدین باشه. بعد با چی؟ با یک عکس فتوشاپ شده، یک کار به شدت آماتوری که هر کس یه زنگ فتوشاپ هم خونده باشه میتونه بره یه سر رو از یه جا برداره بذاره رو سر یکی دیگه. آخه این شد سند؟ آخه این جلوش تابلو زده ژرار دپره، بعد آرم جلسه سنای بلژیک روشه، بعد سعید کریمیان چه ربطی به سناتورهای بلژیکی داره؟ و از همه مهمتر، حالا که فضاحتش در اومده، عقل نکرده که حداقل از روی سایتاشون عکس رو بردارن. هنوزم بری توی خبرگزاری فارس و سایتای تابه، عکس مونده، زیرش هم هنوز نوشته سعید کریمیان و مریم رجوی. به هر حال، از این همه دروغ پراکنی میشه فقط این نتیجه رو گرفت که مجاهدین میز این نمایش انتخابات رو به هم زدن. حالا ولی فقیه هر سری که میخواد به سنگ بکوبه، ولی دیگه آب رفته به جوی بر نمیگرده. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.